این باره که ما ایرانی ها دادگاهی رو میبینیم که به محاکمه یکی از افراد دستندرها در قتل و شکنجه پرداخته و این بی‌سابقه بوده در دنیا. روند این دادگاه اگه ما دقت کنیم از نورنبرگ و توکیو شروع شد، یعنی 75 سال پیش بعد از اینکه جنگ جهانی تموم شد و کشورهای پیروز اومدن محاکمه کردن به طور خلاصه، ولی اونجا کیا نقش داشتن؟ کشورهای پیروز بودن و عناصر درجه یک رو محاکمه کردن و حکم دادن. شاید بعد از اون دیگه نداشتیم تا دادگاه یوگسلاوی بود، دادگاه رواندا بود. اون دوتا دادگاه هم وجه مشخصش این بود که سازمان ملل اومد وسط و تقاضا کردن به خاطر اون جنایت‌هایی که انجام شده، اون جنایت‌های جنگی، همچین دادگاهی تشکیل بشه. جنایت جنگی، بحث کشتار، جنایت علیه بشریت و چیزهای دیگه بود. مشخصه اونم این بود که درگیری داخل کشور بوده، یکی حاکم بوده، یکی حاکم نبوده یا قبیله بوده و سازمان ملل بوده، شواهدم بوده و اینا محاکمه رو انجام دادن. ما دیگه نداشتیم. شاید تک و تو دادگاه‌هایی داشتیم که در سطح بین المللی دست به بررسی و محاکمه تو دنیا زدن، ولی همیشه مردم نبودن، کسای دیگه بودن. فقط اخیراً بود که در آلمان ما دیدیم که از همون صلاحیت جهانی استفاده کردن، دو نفر از عوامل کشتار یا زندانبان‌هایی که در سوریه نقش داشتن و به میز محاکمه کشوندن. یه تفاوت اساسی هم هستش. این جنایتی که انجام شده تو سوریه جنایتیه که در حال جنگن، حالا یکی حاکمه یکی هم حاکم نیست و جدید هم هست، یعنی شما داریم به عینه می‌بینید، مستند هست، احتیاج به مستندسازی نیست. بعد از اون دیگه ما نداشتیم. یعنی هر چی رو تو نگاه کنیم میبینیم که این دادگاه یه دادگاه منحصر به فرده، دادگاهیه که هنوز جا داره در رابطهش با صحبت بشه. یعنی برگشته به 33 سال پیش، منهایی که اینا حاکم هستن یا حاکم نیستن، از نظر تاریخی 33 سال پیش آورده وسط و داره حکومتی رو محاکمه میکنه که در طول 44 سال گذشته، یعنی از سینما رکس بگید که اون بزرگترین جنایتی که میشه گفت یکی از در اون مقطع خودش یکی از بزرگترین جنایت ها علیه بشریت بود انجام شد، یا از همون فردای پیروزی به اصطلاح انقلاب در پشتبون رفاه شروع کردن به اعدام کردن و تا همین الان که داریم میبینیم 88 86 ببخشید 96 98 هواپیمای آبان، حتی همین الان همین متروپول، همه داره انجام میشه. هیچ کدوم از اینا پاسخگو نبوده. ولی تو دادگاه سوئد در واقع میشه گفت یه دادگاه بین المللیه، اومده به 33 سال گذشته نقب زده شده، دستگیر شده یک نفر، نه سازمان ملل دخالت کرده و نه دولت ها هستن، بلکه به استناد شکایت دو نفر، من و ایرج مستاقی، شخصی رو دستگیر کردن، مقدماتش رو فراهم شده بیادنش تو سوئد دستگیر بشه و پای میز محاکمه بشه. به خاطر همین میگم که این یه دادگاه منحصر به فرده در بعد جهانیش، در بعد تاریخی که هست و چه چیزایی در آینده داره. یعنی اون چیزی که برآورد این دادگاه هست، نقشی که میتونه داشته باشه در روند قضایی اروپا، در روند قضایی تمام کشورها، اونایی که معتقد هستن به صلاحیت جهانی، این که آقا هر کسی اگر قرار شد جنایتی انجام بده نمیتونه از دست قانون فرار کنه. این اولیش هستش که داستان این دادگاه فراتر از اون چیزیه که ما هنوز داریم فکر میکنیم. یعنی حتی همون اکتبر سال 2019 وقتی که من و ایرج با هم دیگه صحبت میکردیم برای مقدمات دستگیریش، من خودم واقعا همچین فکر رو نمیکردم که الان به اینجا برسیم، ما به اینجا برسیم که انقدر وسعت این دادگاه زیاد باشه.
چون خود این جنایت گفتم در طول این سالیان سال جنایت شده، جنایت میشه و داره میشه، یعنی چیزی از دست جنایت کم نشده. درسته اینا شیوه هاشون رو عوض کردن، دادگاه های 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای تو خیابون زدم همونجا بگیرن اعدام شدن، و حتی الان مثل قاضی مغیثه و نمیدونم صلواتی دادگاه تشکیل میدن، اصطلاحاً دادگاه است ولی هنوز همون محکمه است، وقت به متهم داده میشه مثلا بیان دفاع کنن، حالا اون موقع که اصلا نبوده. اینه که ما بررسی وقتی بخوایم بکنیم ارزش این دادگاه خیلی بالاست، چه از نظر حقوقی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی. حالا جا داره که در مورد این صحبت بشه، و خودمونم دیدیم که در طول دادگاه ما چقدر درس گرفتیم از این تشکیل این دادگاه و چه نقشی در جنبش دادخواهی داره. دوستمون اشاره کردن 40 سال خانواده ها دارن صدا میزنن، مادران خاوران، خود دهه 60، مادرانی که بچه هاشون رو از دست دادن، بچه هایی که پدراشون رو از دست دادن، متولدین زندان، همه و همه دادخواه هستن، ولی صدایی نبود که این صدا رو بشه به گوش جهانیان رسون، و اینم خط قرمز جمهوری اسلامی بود، یعنی خطی که صندوق اسرارش بود، حکمی بود تا این لحظه هم همین که داریم میبینی سعی میکنن بپوشونن، چون عمق فاجعه خیلیه. 4000 زندانی رو در عرض کمتر از 2 ماه، اونم زندانی که یا حکمشون تموم شده یا در حال سپری کردن حکمشون هستن، حالا کاری ندارم این حکم درست یا غلط، بیارن با یه چند تا سوال و جواب به اعدام ببرن، دارشون بزنن در سراسر ایران. این صدا در واقع همون که دوستمون گفت صدای تمام دادخواهان در طول تاریخ جمهوری اسلامیه، که تو دادگاه حمید نوری بلند شد. خانواده بهایی ها به کجا باید شکایت میکردن؟ به کجا باید صداشون رسیده میشد؟ اثر اینو خیلی از شماها که با خود ایران، با جوانا، با خانواده ها، دوستانتون در تماس هستید دیدید که چگونه اونا با شما برخورد کردن، چون هیچکی نمیدونست. خود من وقتی این جوانا چند نفر بودن که با من صحبت میکردن، دو اصلا ما نمیدونستیم همچین جنایتی هست، در صورتی که هنوز نوری بدیم تاریک خونه تابونده شده. به قول یکی از دوستان میگفت ما یه تونل تاریکی هست که یه نوری داره بهش تو این تونل هست، هنوز وارد این تونل نشدیم ما. و خوشبختانه این نور داره بزرگ و بزرگتر میشه. اگه ما دقت کنیم پیامی که نرگس محمدی میده میگه امیده، حامد اسماعیلی میگه امیده، این یه امیدی پیدا میکنن، خانواده ها امید دارن پیدا میکنن. من خودم واقعا شاهد بودم اون روزی که پایان دادگاه بود، مادران، دقت کنیم، مادرانی که از ایران عزیزانشون از دست دادن، خانواده‌ای از دست داده بودن، اون موقع تماس میگرفتن، میدونستن که یه جشنی هستش. یکی از مادرها میگه من نمیتونم، 70 خورده‌ای سنش بود، میگه ولی امروز میخوام این شعر رو بخونم، که یکی از این شعرهایی که در رابطه با جشن و ایناست، میگه بلند شدم منم با شماها رقصیدم تو ایران. یا یه مادری گفت فقط میخوام به بچه ها سلام کنم، به تمام خانواده ها که جمع شدن. در واقع میشه گفت پرتوی از صدای دادخواهان در طول این 40 سال بوده ارزش این دادگاه، و همچنان ادامه خواهد داشت. همون که حسین گفت مهم نیست که این حمید نوری، بلکه این حکومت جمهوری اسلامی داره محاکمه میشه، مطرح شدن نام خمینی و اون فتواش، مطرح شدن خود رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب این جمهوری اسلامی، که به عنوان یکی از افرادی بود که در هیئت قتل شرکت داشت، و اینکه جنایت داره برملا میشه. اون چیزی که مهمه عدالته، در صورتی که هر حکمی بدن 100% نمیتونه